سلام، سعید شایسته هستم. برام این به دنیا اومدم. 5 سالم بود که پدرم فوت کرد و فکر کردم که باید آدم واقعا رو پای خودش وایسه. مادرم خیلی زحمت کشید، شیرزن بود. الان در بین ما نیست ولی روحش شاد باشه. ورزش کردم، کشتی گرفتم، موزیک کار کردم و همیشه یک هدفی رو دنبال میکردم، اونم این بود که بتونم به یه روزی بخونم، آهنگ بسازم، شعر بنویسم و فکر میکنم که تو همین مسیرم قدم برداشتم. خیلی سخت شد. کار هنری رو من خیلی از بچگی دوست داشتم که بخونم و دوست داشتم که بیشتر بخندونم تا اینکه خودم بخندم. آکاردئون میزدم، میخوندم و توی خیلی از برنامه های فامیل عروسی، مهمونی هایی که اون موقع بود شرکت میکردم و درآمد داشتم. یعنی حرفم شد یه جورایی. اولین آهنگی که من فکر میکنم که به صورت کار حرفه‌ای اومد بیرون، فکر میکنم سال 2000 بود یا 99، کتاب سرنوشت بود. این آهنگ ترکی بود که اون موقع خب زمان اینترنت نبود و خیلی سخت ملودی ها به یه کشور دیگه میرسید. اینو سعی کردم که یه شعری رو فارسی روش گذاشتم. با برادر کوچیکم این کتاب سرنوشت رو نگاتی آدم نمیره رو فکر کنم سال 99 بود یه آلبومی رو اون موقع ضبط کردیم، آلبوم قصر گلی، که بعد از یکی 2 سال از شرکت ترانه پخش شد. آقای بارتان عزیز، جهانگیر تبریایی، قصر گلی هم این شعر آهنگ از شعرش رو خودم نوشتم، آهنگ هم از فرهاد اربابی با همدیگه خورده همکاری کردیم. آلبوم اول هم فرهاد اربابی عزیز تنظیم کرد، خیلی زحمت کشید، واقعا ازش تشکر میکنم. بعد دیگه اومدیم میایم به آلبوم گلی میرسیم که با تنظیم از آقای فرهاد اربابی هستش، شعر و آهنگ خودم هستش. مشوقم در کارهای هنری، من پدرم اینجوری که خیلی ازش شنیدم و چیزی که یادم میاد، خیلی خوب میخونده، خیلی صدای خوبی داشته. مادر بزرگم خیلی فلبدای شعر میگفته و این در واقع میتونم بگم که میتونه ذاتی باشه، ولی از خیلی سالهای قبل ملودی های قشنگ رو خیلی دوست داشتم. یعنی این ملودی ها میتونست از آقای عارف میبود، از آقای ایرج مهدیان، خیلی سبکا شاید خیلی فرق میکرد، ولی من همیشه اون ملودی هایی که مردم دوست داشتن و خیلی بهش بیشتر توجه میکردم. در واقع چون از دل کوچه اومدم و سبکای خیلی عامیانه همیشه دوست داشتم، ملودیایی که واقعا مردم دوست داشتن دیگه. در هر صورت مشوقم هم فکر میکنم که خودم خیلی دوست داشتم، اینجوری میتونم بگم. ولی خب همیشه خواننده‌هایی که خوندن و ملودیایی قشنگ و همیشه دوست داشتن و به همه کسایی که واقعا ازشون ایده گرفتم احترام میذارم و ازشون ممنون هستم. چند ترانه اجرا کردم. من فکر میکنم که این آلبومی که دارم الان به بازار روانه بازار میکنم که یه چند تا آهنگاش رو تک آهنگ دادم بیرون، مثل دلم هوا تو کرده، مثل دلتنگی یا کارهای جدیدی که حالا ایشالله با امید خدا فکر میکنم تا این کار بیاد پخش بشه اونا هم پخش شده، این چهارمین آلبوم هستش و من فکر میکنم شاید تقریبا 40 تا شعر و آهنگ، 4 تا آلبوم. بچه هایی که تو ایران الان کار دارن میکنن به نظر من خیلی با استعدادن، چون بالاخره از یک دل یک ملت میان و اونجا رقابت خیلی زیاده و فکر میکنم توی این سالهای اخیر خیلی موزیک بهتر شد، استعدادهای خیلی بیشتری رو شد
خیلی ها رو دوست دارم. من میتونم بگم همشون رو دوست دارم، ولی خب یا اون چیز اس دوست ندارم ببرم. اون کسایی که کارشون رو خوب انجام دادن قشنگ مشخصن، حالا من بیام اسم ببرم به نظر من الان درست نیست، چون ملت خودشون سلیقه فرق میکنه. من الان بیام بگم مثلا این خواننده، شاید یه خواننده دیگه دلگیر بشه، ولی کارهای خوب، کسایی که کارشون رو خوب انجام دادن، استعدادهای خوب، همیشه مردم خودشون متوجه میشن. شما هر جا برید میبینید که این کار داره پخش میشه و همشون هم دوست دارم، چون مردم من هستن. دوست دارم برگردم ایران، معلومه که دوست دارم، کشورمه. خب اول دوست دارم برم سر خاک مادر و پدرم و دلم میخواد که بالاخره آره. و من فکر نمی کنم که کسی باشه که دلش نخواد برگرده یا تو کشورش بدن. اما خب بالاخره این چیزی که زندگی کردم، من خیلی سال توی غربت هستم، هم غربت نشین نیستم. هر جا که میرم ایران گردنمه و ملتمو همیشه دوست دارم. اما یک به نظر من قبل از اینکه آدم هر کشور و ملیت و مذهب و زبان و هر فرهنگی داشته باشه، باید انسان‌های خوبی باشیم. وقتی آدم انسان باشه، من فکر می‌کنم که دیگه فرق نمی‌کنه. انسانیت به نظر من خیلی مهمه. اما ایرانو جایی که زادگاه منه و دوستش دارم، مردمم رو دوست دارم، مثل مردمم میخونم. حالا میرفتن ایتالیایی میخونم یا یه زبان دیگه. من کارخونه قند ورامین به دنیا اومدم، چون پدر خود من تو قسمت برق کارخونه قند اونجا کار میکرد. بعد از فوت پدرم، مادرم اونجا سرپرست قسمت خیاطی اونجا شد. چون اصلا اونجا رو میتونم بگم که مادر من خودش اون خیاطی رو تو اون کارخونه راه انداخت و در همون باشگاه کارخونه قند شروع کردم به کشتی گرفتن. یادم میاد که مربی آقای فتح‌الله ملکی و آقای احمد امینی، بعد دیگه خب اومدم تهران، مربی های خوبی، کشتیگیر های خوبی مثل آقای علی رنجبر، آقای ابرقویی. ولی خب همینجوری ضمن اینکه ورزش میکردم، کشتی گرفتن به نظر من خیلی دوست داشتم، چون میرفتم روی دوشک میخوردم زمین و یاد میگرفتم که دوباره باید بلندشم روی پام بایستم. و این قانون، این طبیعته. اگر کسی میخواد واقعا بزرگ بشه یا بخوره زمین بلندشه، یعنی اینکه یاد گرفته. کار هنری رو خیلی دوست دارم، یعنی فکر میکنم که یک راهی رو، یک کاری رو انتخاب کردم که دیگه نمیتونم راه هم رو عوض کنم، چون خیلی هم میتونن شغلشون رو عوض کنن. یه معلم شاید یه دفعه بتونه بره حسابدار بشه، یه حسابدار شاید بتونه بره یه دفعه خواننده بشه، ولی یه کسی که دیگه، من راه هم رو انتخاب کردم و اگر دوباره به دنیا بیام، فکر میکنم که 100% این راه رو انتخاب میکنم، اما خب بدون اشتباهات گذشته. البته خب نمیشه دیگه، چون این فقط ای کاشه، اگره. و همیشه من آدمی بودم که دوست نداشتم به عکس زیاد نگاه کنم، به فردا نگاه کردم و آینده. اگه یه بار دیگه به دنیا بیام، نمیدونم، شاید اصلا سعید نباشم. اول باید به نظر من، اگه بخوام با یه خواننده دوست داری بخوام، اول باید اون خواننده قبول کنه، انتخاب کنه من. ببین من خیلی خواننده های خوب هستن دیگه، ولی خب همیشه دوست دارم که سورپرایز بشیم، یعنی بذاریم نگم دیگه، یه دفعه مثلا ببینیم خوندم. ولی خب خیلی خواننده های خوبی هستن که دلم میخواد اصلا یه دفعه کار گروهی بکنیم، که با یه نفر نه، با چند نفر. ولی خب خیلی
دوست دارم که یه موقعی باشه اصلا بتونیم یه فیلم بنویسیم، یک کار، چون عاشق بازی کردن و عاشق فیلم برداری و دوست داشتم که هر چیز، دوست داشتم واقعا مردم رو بخندونم، ولی خودم همیشه دوست داشتم جدی باشم و فکر میکنم که اینجوری هم بوده. البته هم غم هم شادی همه چیز این در طبیعت هستش. حالا اینکه با چه خواننده‌ای میخوام بخونم، امیدوارم که بتونیم این کارو بکنیم. کار تئاتر رو خیلی دوست داشتم. من یادم میاد که توی مدرسه راهنمایی، مدرسه راهنمایی شهید رجایی کارخانه قند برامی، یک گروه تئاتر داشتیم، گروه سرود داشتیم. من خیلی تئاترای یک تئاتر کمدی بازی کرده بودیم، ولی خب دیگه اون موقع الان داستانش یادم نمیاد، ولی خب دوست داشتم دیگه از همون سن کم دوست داشتم که به قول معروف روی صحنه باشم. و اینو از بچگی وقتی فامیل بزرگترا به اصطلاح صدا میکردم و بلبل زبونی میکردم، اینو خوششون میامد، متوجه شدم دیگه که این کارو دوست دارم و امیدوارم که یه روزی هم حالا بتونیم یه کاری بکنیم، یه فیلمی، یک نقش کتک خوری به ما بدن، بتونیم یه کاری بکنیم. اگه بخوام از تجربه‌ام واسه کسایی که توی کار هنری میخوان بیان بخوام حرف بزنم، فقط میگم که سعی نکنید برید با هنرمندای بزرگ عکس بندازید و فکر کنید که بزرگ میشید. نه، با عکس انداختن کسی بزرگ نمیشه. سعی کنید اینقدر بزرگ شید تا بیان باهاتون عکس بندازن. اونجا دیگه واقعا فکر میکنم که هنرتون رو یه جوری ثابت کردید که دوست داشتن. در هر صورت هنرمندا، آخه من نمیدونم، خیلی کار سختیه. خیلی واقعا باید سالهایی رو بگذرونن، شاید ببازن تو این راه، شاید ببرن، ولی من فکر میکنم که هنر باید تو قلب و تو وجود آدم باشه. و هنرمندم خیلی، ما هنرمنده خب بستگی داره هنرمند رو از چه زاویه‌ای نگاه کنیم. همین که انسان خوبی باشه خودش بزرگترین هنره. من در رابطه با اینکه حالا خواننده ها روی استیج کیا لایو خوب اجرا میکنن، کیا خوب اجرا میکنن، بهتره که اصلا صحبت نکنم. ولی خب خیلی مهمه که آدم بتونه روی صحنه اجرای لایو داشته باشه. در واقع ملت رو نمیتونه آدم گول بزنه. ولی خب الان یه مقداری تکنولوژی و اینا خب بالاخره اومده که میتونن با تکنولوژی جدید و اینا. البته من تو کامپیوتر خیلی ضعیفم، همه میدونم. من فقط دوستم بنویسم و آهنگ بسازم و کامپیوتر ضعیفم، ولی خب میدونم که الان دیگه زمان تکنولوژیه، میتونن واقعا نوتو بچینن و خب بعد بتونن بخونن. وقتی که میان روی صحنه یا این شهامت رو پیدا میکنن، باید اونجا حرفی واسه گفتن داشته باشن. ولی خب من فکر میکنم که مردم میان و میگن که نه، نتونست، کلاهبرداری کرد، این خوب نیست. اونجا به نظر من اونجا دیگه مردم تصمیم میگیرن و کسی که میاد روی صحنه باید واقعا بتونه اجرای لایو داشته باشه. یه چند تا سوالم با عینک جواب بدم دیگه. بله بفرمایید. به گذشته من میدونی چجوری نگاه میکنم، عینک گذشته نگاه میکنم، به گذشته زیاد نگاه نمی کنم. گذشته رو اصلا، من باور میکنید که آلبوم عکس تو خونم ندارم، عکس ها رو همیشه تو ذهنم میگیرم و سعی میکنم که فردامو بهتر کنم. گذشته همیشه میتونه چراغ راه آینده باشه دیگه. به خاطر همین زیاد نباید به گذشته نگاه کرد، باید از گذشته درس گرفت و به فکر فردا بود. به خاطر همین فردا بهتر از اینم میشه. آخر رفیق بی کلک داریم، با کلک داریم. رفیق یعنی مادر، رفیق یعنی رفیقای خوب همیشه خوبن، رفیقای بعدم واقعا اونا هم خوبن، چون آدم از اونا خیلی یاد میگیره. اونا هستن که به آدم یاد میدن که اوی فردا مواظب خودت باش.
همیشه مادرم میگفت مواظب خودت باش، اگرچه مواظب بودنم سخته. رفیق خوبش خوبه، بعدش هم به نظر من تجربه میشه واسه آدمایی که میخوان بزرگ بشن، و من همیشه واسه همه آدما بهترین‌ها رو آرزو میکنم. نارفیق که خب همین رفیق و نارفیق اینا، یکی نارفیق همون نارفیق کسایی هستند که باعث شدن که تجربه آدم کسب کنه. نارفیق هم امیدوارم که هر جا صدای من میشنوه رفیق بشه، نارفیق نباشه. مادر رفیق بیکلک. به نظر من هر کسی با آدم میگه دوست دارم، حق طبیعی آدم که شک کنه، ولی به نظر من مادر وقتی میگه دوستت دارم آدم اجازه نداره شک بکنه. من این نظر منه، خب نظرها همه فرق میکنه. مادر پدر امیدوارم که هر جا هستن سلامت باشن، ولی مادر بودن پدر بودن خیلی مسئولیت بزرگیه که انسان باید در قبال بچه‌هاش قبول کنه این مسئولیت رو. همینجوری نباید، مخصوصا الان در زمان حال همینجوری نباید بچه ای رو روونه این دنیا کرد. اعتماد به نفس، اعتماد به نفس یعنی همین عینک میزنم، همین که شما دارید میبینید. اعتماد به نفس زیادیش، اعتماد به نفس با عقل و تدبیر باید باشه. اعتماد به نفس نباید به آدم داده بشه الکی. اعتماد به نفس زیادی میزنه زمین آدمو، من فکر میکنم. اعتماد به نفس خیلی خوبه ها، آدم با اعتماد به نفس زندگی کنه، ولی زیادش هم میتونه جواب برعکس بده. اما اعتماد به نفس در هر کاری خیلی خوبه. غذای ایرانی، غذای ایرانی رو من هم قرمه سبزی رو دیگه اگه بگم دیگه میدونم خیلی ها چیز میکنه رو میگم. با غذای ایرانی آقا کارگرم گشنم، غذای ایرانی قرمه سبزی، غذای مردونه مثلا چلو ماهیچه، البته خب دیگه الان گوشت قرمزم نباید زیاد خورد، ولی خب خوبه دیگه آقا گشنم میشون. من با هنرمندا خیلی، با دوستان خوبم، همکارای خوبم خیلی خاطره دارم، ولی خب مثلا خاطره باحال دیگه برمیگرده به ویدئوی طناز که با قیصر بودیم و کتشو قرض گرفتم ازش و هنوزم مش کتو ندادم. بله بله بله. ببینید ازدواج به نظر من یک مسئولیت سنگینیه. من خیلی سال پیش یک ازدواج ناموفق داشتم، خیلی سال پیشه که جدا شدم و امیدوارم که هر جا هست سلامت و تندرست باشه. ولی خیلی ساله که ازدواج نکردم، با کارم ازدواج کردم، با شعرام، با آهنگام. و هرکی از من میپرسه که سعید بچه داری، میگم آره من یه دختر دارم که قد و بالاش رو نگاه میکنم لذت میبرم. میگم اسمش چیه؟ میگم گلی. ماشاءالله ماشاءالله نگاهش میکنم حال میکنه. و ولی خب ازدواج کردن یعنی کامل شدن. امیدوارم که ما هم یه روزی کامل بشیم. واسه یه دختر تا حالا اگه بخوام آهنگ ساخته باشم، آخه ببینید وقتی که من شعر مینویسم، وقتی که ملودی میسازم، واسه مردا که نمیدونیسم که توی پانتی سهرا میکنم، بالاخره یه نفر واسه یه مثلا تناز و واسه یه تناز خوندم. یا البته اینجوری نباشه که بگم من اسمای مختلف رو با این ملودی امتحان کردم. حالا چرا تناز انتخاب کردم؟ چون این اسم روی این ملودی خیلی قشنگ میشینه. بی احترامی نباشه به همه ترنازا، ولی خب من با اسمای مختلف، مهسا، بیتا، خیلی اسمای مختلف امتحان کردم، ولی خب مثلا این شعرها رو واقعا به اسم مرد انتخاب نکردم چون قشنگ نمیشد دیگه. آخه من روی این ملودی چه اسمی رو بذارم؟ خودتون حدس بزنید. احساسم وقتی میخوام برم روی صحنه
روی استیج خیلی دوست دارم، یعنی واقعا اونجا دیگه خودمم، یعنی وقتی که نگاه میکنم تو چشم مردم و براشون میخونم یا حتی میتونم یه چیزایی رو با طنز تعریف کنم که بخندن، و واقعا اونجا دیگه جاییه که زندگی واقعیمه روی استیج، روی صحنه. و امیدوارم که البته ما هممون روی صحنه هستیم، در هر جایی که هستیم اگه آدم ها واقعا فکر کنن که روی صحنه هستن خیلی دنیا بهتر میشه. وقتی که یه شعر رو میخوام بنویسم ایده میگیرم، ایده رو میتونم از همه موزیکایی که دور و برم داره اتفاق میافته یا از جامعه، از هر چیزی ایده میگیرم و بهش فکر میکنم، و خب خیلی هاشم یک دفعه میاد و بیشترش هم با تصویر تو ذهنم میاد، چون خیلی همیشه دوست داشتم که فیلم بنویسم، فیلم نامه بنویسم، البته خب آدم خیلی کارا رو دوست داره انجام بده، ولی شعرها اینجوری خیلی وقتا خیلی ایده ای میاد تو ذهنم و مینویسم، همیشه ضبط دارم، کاغذ دارم، قلم دارم، مینویسم ملودی ها رو ضبط میکنم، بعد میشینم پای کیبورد پیانو میسازم، بعد دیگه فکر میکنم که با تنظیم کننده، خب 100% تنظیم کننده ای که نزدیکم باشه خیلی راحت ترم، چون میتونم برم بیام و میتونم که نظراتمو بگم که خیلی راحت تر آدم میتونه اون نتیجه ای که میخوام بگیرم. پیغامم اینه که همیشه رو در رو حرف بزنید، رو در رو عشق بدید به هم دیگه، رو در رو از همدیگه گلگی کنید، رو در رو همدیگه رو بغل کنید، رو در رو دوست باشید، رو در رو دشمن باشید و رو در رو گذشت کنید، ببخشید تا بتونیم فردا رو بهتر کنیم، رو در رو دلا رو از کینه خالی کنیم. و ممنون از همه شما. اینم عینکی که دارم میرم.